کیه؟ ای بابا چی گیری افتادیم؟ واسه افطار مهمون میومد. سرد که مهمون نمیدم چه شیخه‌ایه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام علیکم. سلام دایی. سلام دایی جون. بفرم تو. بی تو. آبجی شبیخون زدی؟ شبیخون چیه؟ در ببن. بذار شوهرتم بیاد. شوهر کیه بابا؟ دیگه تموم شد. چی؟ زندگیم. مگه عاشقه تموم بشه؟ ببین منو به کجا رسونده. دیدم دیگه نمیتونم تا صبح تحملش کنم. همین دو سه تا کوچه فاصله رو زدیم پیاده اومدیم. آخه این مرده تو بچه تو ول کرده تو کوچه پیاده بلنشین بیا اینجا. از اولم اشتباهی تو گلوت گیر کرده بود آبجی. من گلوم گیر نکرده بود، اون گلوش گیر کرده بود. یادت نیست چپ و راست میرفت شعر میسرود، اونم همش در وصف من. بابا چه وصفی؟ نه با دروغ میگفت، همه شعراش از این و اون بلند میکرد. من دیدم تو کتابخونه کتاب شعرهای این و اونو برمیداشت. تو هم دیگه تو سر مال نزن، خدا زده تو سرش. منم دندون زندگی به اونو کشیدم، برای همین به تو پناه آوردم. صاحب پناه باشی آبجی جون. من خودم دنبال اینم که یکی منو فرزند خوندگی قبول کنه، یه لقمه غذا بذاره دهنم. خودم گرفتارم. برای اول خوش اومدی دعاشتم، پشتم وای میستم. بریم تو، بریم تو. برو برو دیواره چی یادگاری داشتی؟ برو دایی جون. خیلی خوش اومدید. این بوی چیه؟ سحری گذاشتم. الان بهش دست نزن، یه ساعت دیگه درست میشه. ای بابا یکی از بیابی سوخت. چه وضعیه؟ تو بالاخره نمیخوای زن بگیری؟ راستش داشتم پشیمون میشدم، ولی الان که میبینم تو خوشبختی، فردا اول صبح آفتاب که طول کرد اولین دختر اولین محضر میرم تو. خیالت راحت. گوشه نزن، همه مثل من بچه‌ست نمیشن. ما اصلا خانوادگی تو ازدواج شانس نداریم. نه اینکه تو بقیه چیزا داری؟ یا تابجی، مادر خدا بیامرز همیشه به آقا جون میگفتش خدا نبخشه کسی که آدرس خونه ما رو به تو داد اومدی خواستگاری من. روزی 20 بار میگفت بهش. آقا جون خدا بیامرز میگفت خدا نیامرز پدرش اونی که تو کرگومیش هوا تو رو به من نشون داد. اولش خوشحال شدم فکر کردم تو میشی، بعدا فهمیدم گرگی. راستی بچه برو بگی بخواب. سحری نخوردم. چیزی نیست اینجا که تو بخوای بخوری آخه. بابا چرا اینجوری به بچه میگی؟ چیزی نیست چی؟ هم تخمرغ داریم تو یخچال، هم گوجه، فقط نون نداریم. ای چرا نونم گرفتم؟ پایین یخچال نون هست. بالاخره میخوای چیکار کنی آبجی؟ میخوای طلاق بگیری؟ این بچه میگه شوهر کرده. چی میگی آبجی؟ حالت خوبه؟ میخوای یه قرص آرام بخش بهت بدم راحت بگیری بخوای به جای سحری؟ دایی جون منظور مامان اینه که جلوی من چیزی نگی. فکر کن من هیچی نمیفهمم. آها اون لاز فهمیدم. آخونو ورم اینقدر ادا در بردم این بچه فهمید این نفهمید. دایی جون من اون سحری که درست کردم خوب بودا. آبجی املت دوست داره. دست شما در نکن. میشه جان. درمون خوش بود، خواهرمون زندگیش خوبه، خوشبخته. نصف شبی بلند شدی اومدی ما رو از خواب و خوراک انداختی. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر که تو از خواب و خوراک افتادی؟ دوخم خوشمنده. کوچیک آقای چی نگفت اومدی؟ اولا که اسمشو عوض کرده گذاشته نیما. نیما به چه مناسبت؟ به خاطر اینکه اهل شعر و شاعریه. آها اون شاعر کاشونیه که میگه اهل کاشانم حالم بد نیست. نه بابا اون که سهراب چیز بود. سپهری. آفرین. بیا دایی. آبجی پپا تو کرد توی کف که همون طلاق ما. آه ببخشید. یعنی دارم دارم نرم دارم پس من میرم بخوابم که شما راحت حرف بزنید.
با شما در جون، شب بخیر، برو بخواب. حالا کجا بخوابم؟ راست میگه، بچم کجا بره بخوابه؟ رو چشای داییش. یکی راحت دایی جون، میری اون گوشه اتاق اونو میبینی؟ اون پتوی سه چار تا پتوی قرازه نیست، اون پارچه روش میگیری پارست، اونو میزنی کنار، پتو اولیه رو برمیداری، یه بالشتم اون بغلشه، بالشتم برمیداری میذاری زیر سرت میخوابی. دایی جون اون بالشتی که اون پایین هست عکس سه تا شتر روشه، اون مال منه دایی جون، اونو ور ندار، بالش کوچیکر بردار. شب شبت بخیر دایی جون. بچم در به در شد، تازه اولشه، هنوز یه ساعت نیست اینجای ما اینجور شاکی شدی. ای خدا، چون نخوابیدی آبجی؟ خواهم نمیبره آبجی. یه سبت بگم، ناراحت نمیشه؟ نه بگو. نکنه مثل بعضی این دختر امروزی ها که ازدواج میکنن، فرداش تو داماده میگه بالا چشت ابروه، میرن مهریهشون رو میذارن اجرا، میخوان مایه دارشن. تو هم همین کار میخوای بکنی؟ ما هم خانواده‌اش نیستیم. من که مهریه ندارم. آره، آخ آخ آخ، تو اصلا مهریه نداشتی، یادم نبود، من چقدر روش حساب کردم. جات آقام خدا بیامرز، همون موقعی که داشتین عروسی میکردین، ای میگفت من به این کوچیک آقا اعتماد ندارم، یه 50 تا سکه ای، چه میدونم چند تا تاقه پارچه، یه زیر لبسی، شیربه هایی، یه کفته از زمینی چیزی بندازین تو این قباله ازدواجتون، تو گیر دادی، گفتی نه، تقصیر خودت بود دیگه. ای میگفتی نه، پا میکوبیدی رو زمین، میگفتی من عاشقشم، این کارش درسته، شاعر نه من فلانه، آخرش هم هیچی، انگاری همون یه دونه بود. اگه مهرم داشتم نمیخواستم، اصلا من از اون هیچی نمیخوام، این حلقش هم نمیخوام. دمت گرم، بده این حلقه رو، من میدم دو تا حلقه لاستیک میخرم واسه ماشین. نه، این مال بچمه. بابا ببینی یادش نمیفتی؟ نه نمیفتم. خیلی خب، پس بقیه دیالوگ تو بگو. دیالوگ هم میگم. بگو دیگه. خدا به بازوام قوت بده، خودم چارچرخش رو بگردونم. چارچرخ؟ چرخ خیاطی که یه چرخ داره، چارچرخ شده؟ آقام خدا بیامرز که یه تاکسی گذاشته، اون 4 تا چرخ داره. تاکسی؟ بله. منظور؟ منظورم اینه که من که نمیخوام سربار تو بشم، که یه روز تو کار کنم، یه روز من کار میکنم که بتونم خرج بچه‌مو در بیارم. تازه شما الان خانم‌ها دیگه راننده اتوبوس هم شدن، اشکالی نداره که. اگه اشکال داره بگو. مگه این تاکسی خونه مال آقای خدا بیامرزم نبود؟ آقای خدا بیامرزمون، یاد نره تو هنوز از راه نرسیدی میخوای منو با خاک کوچه یکی کنی؟ من به تو چه کار دارم؟ من راجع به سهم خودم حرف میزنم. خب سهم تو ببین درست حسابش بخوای قانونی حساب کنی، ببین دختر میشه یک دو. اصلا چرا فکر میکنی؟ مگه من و تو خواهر برادر نیستیم؟ خیلی خوب، چرا داد میزنی؟ چرا مگه پدر دوتامون غلام علی خان نبود؟ مادر دوتامونم زینت سادات. بله بود. مگه نمیخوای جمع کنم برم دیگه؟ نه بابا جون، اصلا نمیخواد جمع کنی، ببین نوکر پدرتم، هم که شما میگی قبول. فقط با عزت من فردا ماشین رو بردارم ببرم سرویس، روغنش عوض کنم، چارچرخش بدم بازدید کنم، پس فردا تو سوارشی. گواهینامه داری؟ گواهینامه دارم، قربون داداشیم برم، میدونستم قبول میکنی. خیلی خوب، من میرم بخوابم. ممنون که قبول کردی داداشی. از سر ناچاری. چی گفتی؟ گفت از ناچاری. اشتباه میکنی مامان جان؟ نه اشتباه نمیکنم. چرا قربونت برم، تو همیشه اشتباه میکنی، دایت منو دوست داره. اگه زنده بمونم و از دست این کوچیک آقاتون سکته نکنم که فکر کنم میکنم، تا افطار میام. میگم آبجی، اگه موقع نظرت برگشت خواستی بری پیش کوچیک آقا، من همین دور و برا مسافر کشی میکنم، یه زنگ بزنی میام خودم میبرم میرسونمت. آشتی کن. اون برای من دیگه پروندهش بسته شده. پرونده من تازه باز شد. جونم آقا پرویز، مخلصم.
خوب این شما عوض زحمات چکرم مدلش چیه؟ نه بابا مدل بالا هم هست دست در نکنه جان. نه آقا پرویز من پشیمون شدم واقعیتش پشیمونم کردم. نه واسه ماشینم حبوب پیدا شده. آره آبجین بلند شده اومده خونم میگه منم هستم. نه حقم داره اما موقعی که آقام خدا بیامرز مرد من هرچی با ماشین کار کردم یک قرونم به اون ندادم. آره قیمتش چنده؟ نه بابا به قیمت هم از دست گلت در نکنه. نه دیگه فعلا دست نگرداد دست شما در نکنه. حتی حقم داره به مشکل خورده اومده خونه ما دیگه منم داداششم. قربون شکرت برم. ببخشید آقا پرویز خدا نگهدار. قربون شما. دروست آزادی دروست آزادی آقا دروسته نه نمیخواد. دروست دروست آقا دروسته. آقا کجا تشریف میاری؟ والا چه عرض کنم از خانوم بپرس. بله با هم نیستیم اگه؟ ظاهرم با همیم. ببخشی من چیزی نفهمیدم کجا برم؟ آقا دادگاه خانواده. بله بله کدوم خیابونه؟ من نشیدم دادگاه خانواده خیابونه دادگاه؟ آقا دادگاه خانواده که خیابون نیست جایی که آدم ها از همدیگه جدا میشن جایی که حق مظلوم رو از ظالم میگیرن. بله پا اوزای خورده پیچیده شد یه خورده متوجه شدم. بله بله دست شما در نکنه سیمین خانم حالا ما دیگه ظالم هم شدیم؟ به اینجام رسوندی من تو دیگه هیچ راهی نداریم آقا نادر. والا جدایی راهش نیست سیمین جان. آقا ببخشید من دخالت نباشه یه موقع جسارت نکنیم این دادگاه کدوم خیابونه؟ من یه ساعتی دارم میرم بعد برم سمتش دیگه. آقا منم بلد نیستم. منم که اصلا اهل طلاق و جدایی این حرفا نبودم که خواهم اینجور جاری یاد بگیرم. آقا من میگم فکر کنم اشتباه بکنین ها جدایی بده آخه. والا منم همینو میگم. من همه فکرامو کردم تنها راهش اینه که ما از همدیگه جدا بشیم. آخ آخ آبجی یه خورده نکنه این وسوسه مهری هست بده ها. نه که خیلی مهرم کرده آقا. آخ آخ مهرم نکرد چه مردمانی پیدا میشه. نه خیر مهرم حلال جونم هم بازاد. همین؟ آقا نادر آبجی سیمین به خدا جدایی خوب نیست. من فکر کنم اشتباه بکنم. اگه برای ما بد شده باشه برای شما که خوبه. چرا؟ دو ساعت دید ما تو خیابونا میچرخونید حتما یه چیزی گیرتون میاد دیگه. ببین آقا نادر آبجی سیمین من میگم اصلا جدایی راهش هم نیست به جای دادگاه خانواده بریم فرزاد. آره داداش من خیلی موافقم بریم فرزاد. آره آره داداش بریم فرزاد. میریم آقا. چیکار میکنی آقا؟ مطمئن باش که من تکلیفش رو روشن میکنم. نه پسر جان اون زنته اون به دردت میخوره نه من. خب از من خوشش نمیاد با من نمیسازه عیبی نداره که فقط لطفا منو بذاری سالمند. ای داده بیدار اونجا مادرانی هستن که در پیری جایی ندارن دست درد نکنه خدا بهت عزت بده. ببخشید مادر فضولی نباشه شما میخوای بیای خونه ما خواهرم هم هست سهنا نمیمونی.
دستت درد نکنه. خدا بهت عزت بده. یعنی چی زنت بیرونش کرده؟ چیکار کنم؟ کرده دیگه. خاک تو سرت. تو چیزی نگفتی؟ خشت اول چون نهد معمار کرد، تا سریا میرود دیوار کرد. انتخاب غلط همینه دیگه، تا آخرش غلط میشه. خب خواهری، برادری، چیزی نهری؟ میبرمش پیش با سرخاله. آقا من شما پسرش نیستی؟ چرا؟ من شیرش نخوردی؟ چرا؟ خوردم. گفتت بشه. چی گفتی؟ میگم مادر ما هنوز سر حرفمون هستیم، خونه ما بد نمیگذره. خدا عمرت بده. خارزادم با زنش خیلی مهربونن، با منم خیلی خوبن. همین بغل نگه دار. همین بغل. بفرمه. کجا؟ رشت. چی میگی بابا؟ خیلی کارهایی که کردی باحاله ببرنت رشت. برو ترمینال از اونجا برو. فقط بلدی قیمت‌ها رو بالا پایین کنی. آدرس خیابونا رو هم بلد نیستی. منظورم خیابون رشته تو ولیعصر. بابا شوخی کردم، بریم. بله خانم. چشم. چشم عزیزم. حلیم میخوای؟ میخرم برای چشم. بله. چشم هست. پوف بخوره با. خدا حافظ. خدا دهنت بشنده. من شنیدی؟ خستم کرده. آقا جون مردی گفتن، زنی گفتن، ابهتی گفتن. شما اصلا نداری ابهت. همش میگی چشم. صبر کن. کلافی میکنم. خبرت بیاد. خودشه. بله. چی؟ زولبیا بامیه کوفتم نمیخرم. گردن کلوفتی نکن. حلیمم برات نمیگیرم. همین که گفتم. دمت گرم. اینجوریه دیگه. آفرین. بله. چشم خانم. حالا غلط کردم. یه ذره صدام رفت. غلط کردم. چشم. شما کتابی ها. میخرم برات. چشم. نوکرت هم هستم. چشم. آقا چی شد؟ برگشت تجربه اوله؟ آره؟ 20 ساله دارم میگم چشم چشم. هم اون عادت کرده هم من. نمیشه دیگه. آقا جون پیاده شو برو. هنوز که نرسیدیم. مردی که به دستور زنش مادرش رو خونه بنزی بیرون، همون پیاده بره بهتره. کرایه هم نمیخواد بده. خاک تو سره. برو بابا، خیلی ها مثل من هستم. من هم هزار تا مثل من هم همه شون زنزلیل هم. برو بابا، خاک تو سر همه تو. مامان داری چی کار میکنی؟ دارم افطاری درست میکنم. بنده خدا دایی که کسی رو غیر از من نداره. تو بخور، من منتظر دایی میمونم. شاید این مسافر به تورش خورده، شاید ماشینش خراب شده، خیلی دیر کرده. بخور قربونه برم. بسم الله بگو. بیا بیا عزیزم. اه مسکه اومد. برو ببین داییته. چیه؟
سلام دایی جون. سلام دایی جون. چرا نمیای تو؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مادم دنبال شما. برو تو. برو تو من میام. برو دایی جون. پس داییت کو؟ فکر کنم حالش خوب نیست. تو از کجا میدونی؟ نیست که. سلام داداش. چیزی شده؟ شما اینجا چیکار میکنین؟ یعنی چی؟ ما امروز از صبح اینجاییم از سهر. اصلا یادم نبود. کوچیک آقا کو؟ تو مثل که امروز یه طوری شده ها؟ ها؟ نه نه طوریم نیست. امروز روز اول ماه رمضون بود. یه خورده کم آوردم. یه خورده ضعف دارم. از فردا دیگه عادت میکنم حالم بهتر میشه. خیالت راحت. خیلی خوب. در زن جلوم اینا اسم طلاقو نیار. نمیخوام ذهن بچم خراب بشه. فهمیدی؟ بابا خودت مثل که حواست نیست. اینور میگی نریختش بدم میاد. متنفرم ازش. دیگه نمیخوام شوهرامو ببینم. دم خونه نمیرم. فلان نمیرم. فقط همین قضیه طلاقو باید سانسور کنیم. بچت باهوش خودش فهمیده. من نمیدونم هوشش از کجا آورده. باباش که تو اوته. تو هم که هیچی. من هیچی هیچی. بچه حلال زاده به دایش میره. به من ربط قربونش برم. چقدر باهوشه. بابا. چرا؟ سلام دایی جون. سلام دایی. قبول باشه. خیلی ممنون. ماشاءالله کله گنجش گرفتم حالی داره ها. نه بابا درسته گرفته بچم. من ناصله شدم دایی. مبارکه. چای تو بخور. دستت درد نکنه. به به خداییش خونه ای که توش زن هست چراغش روشنه. تازه دارم افطاری رو میبینم. یعنی چی؟ تو به خودت هم قبول داری پس دیگه دستی بالا بزنیم برات. نه بابا آدم زندگی شما رو که میبینه دیگه بهونه نیار داداش. چای تو بخور. یه چیزی گرم بخور سر سینت نرم شه. از صبح تا حالا انقدر آفتاب خوردم استخونه رو نرم شد. یه چی که آب بریز بخورم. یه جون بگید من پستشو در میارم رو. بابا اون به جاییم نمیرسه. بریز تو کاسه. بریزم تو کاسه. آره بیا دایی جون بگید نکنم هستشو در آوردن. ماشاءالله بفرم. دست در آب روغن ماشین عوض کردی؟ آره. یعنی حاضره حاضره؟ آره حاضره. برای چی؟ یعنی چی؟ مگه دیشب قرارمون این نبود؟ مگه صحبت نکردیم که؟ دیشب صحبتش کردیم ولی الان پشیمون شد. آخه چرا؟ غیرتم کو. پس برای میگن غلام علی خان کجایی که دختر شوفر تاکسی شده؟ زینت صداد کجایی که پسر بی غیرتت خونه نشین شده؟ ممکنه بعضی اینو بگن ولی مطمئن باش آدم حسابیاش چیز دیگه میگن. میگن غلام علی خان روحت شاد که دخترت یه پا مرده. میگن جات وسط بهشت زینت صداد که دخترت نون بازوی خودشو میخوره و منت هیچ نامردی رو نمیکشه. آبجی گلی به جمالت ماشد نامرد؟ منظورم به تو نیستی. بعضیا رو میگم. کلی میگم. من که نمیفهمم. منظورش بابا نیماست. میگم بچه به داییش رفته. قربون اون موشت برم دایی جون. قابلی نداره. با مردم از تشنگی. بسم الله الرحمن الرحیم. برد چی شد؟ ماشین ماشین برده که تاکسی رو بردم. بوره بدن تاکسی امانتی مردم. امانتی دیگه چه سیغه ایه؟ شوک نبردم. نبرده بودم؟ نه ماشین سر جاش. امانتی مردم تو گفتی؟ نه اون ماشین رو گفتم. ماشین سر جاش تو گفتی. امانت مردم. من گفتم امانت مردم. بله تو گفتی. برای چه حرف تو در من میذاری؟ خودت گفتی. من گفتم. بله ببخشید اشتباه کردم. ماشین رو گفتم. اه به من تشنگی. ما
منتظر کسی بودیم؟ من نه، تو خودت مهمون نداری؟ نه بابا چه مهمونی؟ مامان جون بلاشه بودیم کیه؟ برو دایی جون، من که اینو خوردم، بسم الله الرحمن الرحیم. بگم بچه هم کجا رفت؟ تقصیر خودت دیگه، من اینجا نشستم بچه هم میفیزیدم دارم. مینا دایی جون کیه؟ بابامه. کی؟ بابامه. اون اومده اینجا چیکار؟ شوهرت دیگه. آجر، آجر، کجایی؟ یک حاجری بهش نشون بدم. آجر، میخوای چیکار کنی؟ ما اینجا آبرو داریم. من باید تکلیف خودم رو باش روشن کنم. خیلی خوب، با آبرو ریزی؟ اصلا شما یه دقیقه دندون جگر بذار. آجر جون، قربونت برم. من قد دندون جگر گشتم، هم دندونام قورت شدم، جگرم پاره پاره شد. نکن تو رو خدا. چی میگه؟ میگه بیا با من بریم. خب برو. دیگه چی؟ دیگه هیچی. پاش درد میکنه نشسته تو حیات. نه بابا، میگه اگه تو نهی همجور تا صبح میشینم تو حیات. خب راست میگه. راست میگه چی؟ برو بندازش بیرون. اه هاجر شوهرته، دمپایی که نیست بندازمش بیرون. حرفایی میزنی ها. من بابام باید اونجا بشینه. من بابای منم هست. آره دایی جون تو راست میگی، من الان میارمش تو. بابامه. دایی جون خوب دقت کن شما. چشم. با اجازه شما. اجازه‌مون دست شماست. ببینم جی شلوغش نکن. میکنم. خواهش کردم شلوغش نکن. تو هر خونه این حرف هست. اگر باشه با کوچکترین حرفی قهر کنی بیای خونه داشت که نمیشه زندگی. ای قربون دهن این برادر زن برم. من تو این 15 ساله تو قهر کردم؟ نه والله. پس چی میگی؟ یه ضرب المثلیه کلا برای همه زندگی‌ها هست. این ضرب المثله کلیتی که مال همه خانواده‌هاست، ببر مثلا همه خانواده‌ها بگو. مثلا من نگو. پس شما درد نکنه، ما رو جلو همه شستی خوشگلی گوش که من. بفهم. بفهم آقا دو. کسی که با برادر خودش هم خون خودش اینجوری بکنه به قول شاهی که خدا نصفه میگه که ای چشم مست تو. خب حالا نصف شبی نمیخواد واسه ما شعر بگی، انگار که چی اومدی خواستگاری. شعر گفتن وقت نمیخواد، صبح زور شب هر موقع که شعر بیاد باید بگید. غیر از اینه ها نه، یه یاد رفته که موقع خواستگاری دمی در شعر گفتم ها، یادتونه؟ اصلا در رو با کردم تو کوچه واسه من شعر گفت. موقع خواستگاری هم شعر گفتم، موقع هنابندونم شعر گفتم، شب مرادم شعر گفتم، هی شعر گفتم، هی زهید زوقتم، هی شعر گفتم، زهید زوقتم. به قول حضرت حافظ. ببین خود چما کی مقایسه میکنه با حافظ؟ بعدم نمیگه آرزو بر جوانان عیب نیست. ببخشید آقا کوچیک، عذر میخوام آقا نیما، من تازه متوجه شدم اسمتون رو عوض کردی. ببین دایی جون، این مامانت، این بابات، ستایی خانواده هستین، بشینین فکراتون رو بکنین، حلش کنین بره. من باید برم سر کارم، خواهش میکنم. لازم نکرده، ما هیچ حرفی نداریم بزنیم. نداریم. نه که نداریم. هیچ حرفی نداریم. نداریم. باشه، نداریم. آقا حالا شما تشریف داشته باشید، چند زود بهت بر میخوره. ببین آقا داود، فردا نهی که شوهر آبجی من آدم نامردی بوده. دور از جونه. ببین من تا آخرش وایستادم، اما خودت نگاه کن قضاوت. نه دیگه، کار از این حرفا گذشته. خیلی ما رفتیم. حالا شما وایسه یه چیزی دیگه اینجا جای من. جون من یه چیزی بخور. خدا آقا نیما. نمیخوام. فلش کو بز بره. بابا. آقا کوچیکا، آقا نیما. این چرا گیر میکنه؟ تیکمیک پیدا کرده. پریشب با مشت گذاشتم وسط کلش. تا 2 ساعت پیلی پیلی میرفت. بیهوش شده بود. حالا خوب شده. آخر تو رو قصاص میکنن. بکنن. باشه. من دیگه نمینیم. منو راحت نمیذاره، عذابم میده این تردید،
خوابم یا بیدارم، کدوم تصویر رو باید دید؟ منو رو